سلام دوستان تو این دوره میخوایم در خصوص آمار توصیفی با هم دیگه صحبت کنیم آمار توصیفی همونطور که میدونین در واقع تعریف و توصیف داده هستش که میگیریم خیلی برابری داره با تجزیه تحلیل داده ها یعنی نقطه شروع تجزیه تحلیل داده ها هستش ما وقتی که دیتا به دستمون میرسه و بتونیم اون رو توصیف کنیم و به خاطر همین قضیه من این رو یه دوره جدا آوردم چون خیلی اهمیت داره و ما وقتی که به عنوان یه شخصی که تایید تحلیل داده ها کارمون هست یا کار آماری میخوایم انجام بدیم اول باید دیتامون رو لمس کنیم بشناسیم و بتونیم اون رو توصیف کنیم واسه این قسمت از نرم افزار اکسل استفاده میکنیم چون نرم افزار اکسل یه نرم افزار همگیر و فراگیری هستش و چون این قسمت توی شرکت ها کسب و کارها کارهای علمی و انواع اقسام جایی که با دیتا سر و کار دارن مفید میتونه باشه و همه به اکسل دسترسی دارن و باش راحت هستن و گزارش تهیه میکنن از توش به ما این قسمت رو با اکسل میبریم جلو تو این دوره ما یه سری دیتا اول بعد از اینکه این, که این که مثلا چیزای پایه‌ای رو تعریف کردیم یه پروژه ای رو ایجاد میکنیم واسه خودمون تو این پروژه اومدیم گفتیم که فرض میکنیم مدیرمون یه شخص سرمایه گذاری هیئت مدیری ما رو که کارشناس تجزیه تحلیل داده هستیم به اون اومده گفته که میخوایم یک محصول تولید کنیم میخوایم وارد یک سرمایه گذاری بشیم وارد چه محصولی رو به ما پیشنهاد میکنیم این محصول اینا نمیدونن ما باید بریم بگردیم ببینیم چه محصولی یعنی الان تقاضاش زیاده و اون محصول رو پیدا کنیم پس قبل از اینکه وارد امکان سنجی و بیزنس پلن و اینجور چیزا بشیم فقط میخوایم بریم پیشنهاد کنیم ببینیم آقا الان خوبه که بریم چه چیزی تولید کنیم واسه این کار ما رفتیم دیتا هامون رو از سایت گمرک جمع کردیم و گفتیم دیدیم که چه کالاهایی وارد دارن میشن به کشور خب و اون رو تحلیل کردیم و گفتیم که کالایی که وارد کشور میشن تقاضا واسهشون وجود داشته دیگه حالا کدما هستن که بیشتر وارد میشن و تقاضای بیشتری وجود داره یه اکسل حدودا 5000 تا دیتا توش هست که اون رو از سایت گمرک گرفتیم و تحلیل کردیم از طریق تکنیکایی که توی آمار توصیفی باشون آشنا میشیم ما این رویه رو که تا درس سه در واقع مفاهیم هستش و فرایند هستش رو گذروندیم از درس چهار به بعد در واقع تمیزسازی داده ها این کار رو تو اکسل انجام دادیم و با نرم افزار اکسل هم آشنا شدیم تو دو این دوره لازمه که یه کوچولو در مورد اکسل بدونین نه اینکه خیلی بلد باشین ولی یه مقدار این که بدونین فرمول چطوری میشه نوشت سلول چی هستش جدول یه مقدار باش آشنا باشیم که میتونین از دورهای قبلی ما که آموزش کاربردی اکسل هست یه مقدار استفاده کنیم ولی لزومی نداره که حتما حرفه‌ای باشین یه مقدار خیلی کوچیک تعریف ت... تعاریف اکسل رو بدونین کافیه بعدش ما وارد چندک ها و نمودار جعبه ای میشیم بعد از اینکه تعریفش کردیم و گفتیم به چه دردمون میخوره میریم و می توی اکسل میکشیم و ازش استفاده میکنیم واسه همون پروژه خودمون بعد میریم در واقع فیلتر میکنیم داده هامون رو بر اساس تحلیلی که از نمودار جعبه ای به دست آوردیم و دیتا هم رو هی کوچیک میکنیم ما میخوایم اون 5000 تا کالا رو سلکت کنیم از انتخاب کنیم از بینشون دیگه پس باید همینطور فیلتر کنیم رو که ما تحلیل های مختلف رو آوردیم و از هر کدوم از اون استفاده کردیم واسه اینکه دادامون رو فیلتر کنیم و به یه سری پیشنهاد برسیم که بعد از نمودار جوی وارد بحث فراوانی هیستوگرام و پارتو میشیم که اینا رو تعریف میکنیم و بعد میایم توی اکسل اجرا میکنیم و از تحلیل اونها باز دوباره دیتامون رو کوچیک‌تر میکنیم. بعد یه متغیر دیگه ای بهش اضافه میکنیم اونجا ما اول از میزان ارزش دلاری داده ها استفاده کردیم بعد اومدیم وزنشون رو هم به عنوان یه متغیر دیگه در نظر گرفتیم و نمودار پراکندگی رو که برای تحلیل دو متغیر نمودار خیلی خوبی هستش رو تعریف کردیم و استفاده کردیم ازش بعد اومدیم در طی زمان حتی اون رو بررسی کردیم یعنی داده های گذشتش رو گرفتیم واسه 5 سال قبلش رو گرفتیم و چون زمان هم یک متغیر هستش از این هم استفاده کردیم تا اینکه ببینیم روند واردات اون کالا چطوری هستش و بعد از طریق میارهای مکانی و میارهای پراکندگی که میانگین و انحراف میار هستن تو اکسل استفاده کردیم تا تحلیل بهتری رو داشته باشیم و در آخر اومدیم از این میارها میانگین انحراف میار و یک معیار شیب خط که یه مقدار واسه رگرسیون هست ولی من خیلی کوتاه تعریف کردم و بعد توی در واقع دوره رگرسیون بیشتر باش آشنا میشیم ولی اینجا میتونستیم یه مقدار استفاده کنیم از این سه میار و نمودار خطی که واسه داده سری زمانی مون کشیدیم اینا رو در مجموع تحلیل کردیم و در نهایت بین اون 5000 کالا سی الا سی و, و کالا رو جدا کردیم که گفتیم اینها میتونن پیشنهاد ما باشن واسه با اینکه بریم و تحلیل بیشتری بکنیم و باز بین اونا انتخاب بکنیم اما از طریق بررسی داده ها اون 5000 دا... اه... محصول رو به 30 تا دونه تبدیل کردیم خب این دوره دوره خیلی خوبی هست واسه اینکه بتونیم در واقع داده هام رو لمس کنیم و بشناسیم هر جا که با داده ها کار میکنیم این کارها کارهای اولیه هست که باید انجام بدیم و اکسل نرم افزاری هستش که هممون هم میتونیم باش کار بکنیم تو تمامی سازمان ها امیدوارم که دوره مفیدی با ساتون باشه و بتونین استفاده بکنین خدا نگهد